مراحل تثبیت هویت اعضای خانواده هر یک از نزدیکانتان باید پاسپورت یا کارت هویتی یا تذکره را ارائه کنند در صورت نداشتن مدارک ذکر شده به دلایل آنها می توانند مدارک دیگری را مثل کارت یا عالی سازمان ملل کارت اقامت در کشور دیگری کارت شغلی کارت دانشجویی را ارائه دهند توجه داشته باشید که در صورت نداشتن مدارک هویتی اصلی هویتی دلایل آن را باید ذکر نمایید مدارکی که به زبان فارسی و یا پشتو هستند باید به زبانهای فرانسوی یا آلمانی یا ایتالیایی و یا انگلیسی ترجمه گردد وجود تاریخ مکان مهر و یا امضای مسئول آن ضروری می باشد بسیار مهم و ضروری می باشد که نام نام خانوادگی تاریخ تولد باید به صورت درست و صحیح برای درخواست ویزا ذکر گردد یک اشتباه متنی می تواند باعث ایجاد مشکل و پیچیدگی برای دریافت ویزا گردد درخواست را در گروه های خانوادگی بفرستید مثلا یک درخواست برای امو همسر و فرزندانشان و یک درخواست دیگر برای خواهرتان همسرشان و فرزندانشان